النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه امهاتهم. رسول خدا برای ما از همه کس عزیزتر است. اول الله ذوالجلال، دوم رسول الله صلی الله علیه و سلم. عظمت رسول الله و محبت رسول الله صلی الله علیه و سلم از وجود ما، از پدر و مادر ما، از اولاد ما، از همه در قلب ما. الله ذوالجلال می فرماید بهتر باشد النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم اما و ازواجه. زنان رسول خدا مادران امتند. هر کس مسلمان است عایشه مادر اون هست. چی؟ هر کس مسلمان هست، هر کس مؤمن است، قرآن می فرماید و ازواجه امهات المؤمنین. زنان رسول خدا بدون استثناء، چه صفیه است، چه سوده است، چه عایشه است، چه حفصه است رضی الله تعالی عنهن اجمعین، اینا همه مادران ما هستند. ما در زندگی خودمان اجازه نمیدیم کسی اسم مادر ما را به بدی یاد بکند یا بر علیه مادر ما کتاب بنویسد یا در کتابهایی نعوذ بالله مادران ما را برای اونها نفرت بفرستند. نه، جان ما فدای مادران ما باد، اون مادرانی که زندگی خود را برای ما صرف کردن، فدای اسلام قرار دادن. الله اکبر. خانه عایشه خانه است که از اونجا وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم به طرف میدان احد می رود، الله عزوجلال می فرماید کما اخرجک ربک من بیتک. ای محمد صلی الله علیه و سلم، چنانچه پروردگار شما را از خانه شما بیرون آورد و اون خانه عایشه بود. زحمات حضرت عایشه، زحمات حضرت خدیجه الکبرا رضی الله تعالی عنها در جنت معلا قبرستان ابو طالب. ما اونجا رفتیم مشاهده کردیم، از نزدیک به مادرمان سلام دادیم. شعر ابی طالب که رسول الله صلی الله علیه و سلم چقدر زحمت تحمل میکنند، 3 سال در محاصره اقتصادی قرار میگیرند، والله اگر به خاطر مال و دنیا بود رسول خدا را اونجا زندانی نمیکردند، اونجا محاصره اش نمی کردم. اما رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمود اگر کفار بخواهند، اگر مشرکین بخواهند خورشید را در دست راست محمد بگذارند و ماه را در دست چپ محمد بگذارند که از وحدت و توحید الهی، از بیان توحید الهی دست بردارد، محمد صلی الله علیه و سلم تسلیم نمی شود. ما هم باید این گونه باشیم. علما، جان ما اونقدر ارزش ندارد که اسلام ما ارزش دارد، اسلامی که خون رسول الله برایش می‌ریزند. من کنار جبل رمات رفتم، اونجایی که رسول الله صلی الله علیه و سلم دندان شهید شده بود، اونجایی که گونه های پاک و مطهر رسول الله صلی الله علیه و سلم خون آلود شده بودند، اونجایی که مصعب بن عمر به خاک خون کشیده شده بود، اونجایی که حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه مسلم می شود، بینیش را می برند، گوشایش را می برند، سینه‌اش را چاک می دهند، اینا همه فدای اسلام شدن، فدای قرآن شدن. مال دنیا برای ما ارزش ندارد. دین ما، ایمان ما، اسلام ما از مقام و منصب، از همه چیز برای ما بزرگتر هست. بلاخص علما، بلاخص جوانان، جوانان امروز اسلام از شما حمایت می طلبد، امروز قرآن از شما حمایت می طلبد، امروز مسئله شما رفاقت و مصاحبت می طلبد. به شما نوید میدم، شما مسجد بیاید، مسجد شما را دوست دارد. این پدران و برادران ما که اینجا هستند شما را دوست دارند، علما شما را دوست دارند. اگر شما در کنار علما باشید، اگر شما در مساجد باشید ما خوشحالیم، اما اگر در مجالسی باشید که در اونجا روح رسول الله صلی الله علیه و سلم از اون طور مجالس میرنجد، ما ناراحت و اندوهگینیم. امروز اسلام ما نیاز به هماهنگی و وحدت و همنشینی در میان برادران، علما و دیگر اقشار اهل سنت دارد. و بالاخص به علما به عنوان یک طلبه، یک شاگردی توصیه می کنم، علمای عزیز، نور چشمان ما، سر تاج ما،
جوانان ما چشم دوختن به راه و روش شما، به کردار شما. الگوی امت شماید امروز. امروز محمدی وجود ندارد، امروز ابوبکر و عمر وجود ندارد. ابوبکر و عمر امت رسول الله، امروز شما علما هستید. زندگی شما باید زندگی محمدی باشد. جوانان را در آغوش بگیرید، جبین های پاک اونها را بوسه بدید، در کنار علما همچون که در کنار رسول الله صلی الله علیه و سلم جوانان حلقه می زدند، امروز باید در کنار علما جوانان حلقه بزنند.